بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و ببینیم که امروز این دوست عزیز و گرامی برای ما چی دارن و صحبتهای ایشون. خیلی خوشحالم که تمام این کمبودایی که ما توی تلویزیون مردم داریم ایشون وقتی میاد تمامش که نه ولی یه مقدارش جبران میشه و شما دوستانم هی میگید آقا ایشون بیشتر میاد. آقای لادن تو رو خدا شما به مردم بگید که نیامدن شما اینجا تقصیر من نیست. این شما و این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید آقای لادن، بگید یه مقداری از این اوضاع و احوال، بگید از این اوضاع آمریکا، از این شاخشونه کشیدن آقای روحانی برای ترامپ و ترامپ هم برای روحانی، تا من اون سوالایی که از برنامه‌های قبلی مونده اینجا بیارم و بپرسم و شما جواب بدید و ما یاد بگیریم. باز هم ممنونم که با ما هستید، بفرمایید. سپاسگزارم. در درجه نخست شما به من گفتین که من حق ندارم هر هفته اینجا باشم. من میخوام بینندگان اینو بدونن. بفرمایید چی گفتین، من متوجه نشدم. دارم درست برعکس اون چیزی که هست میگم. آها. این طبع شوخی هم که شما دارید خیلی خوبه، کمک میکنه که آدم زندگی رو بتونه راحت تر به اصطلاح تحمل کنه. از این بابت هم از شما ممنون. خب آقای دوست دارین که در مورد اوضاع کنونی که در آمریکا ما بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست بله مخصوصا چون هم دیروز این آقای چیز وزیر امور خارجه رفته بود کالیفرنیا و خیلی جالبه دوستانی که اونجا مثل خانم هما سرشار ایشون رو بغل کرده بودن، تو رو خدا کلید شهر رو ندید دست مجاهدین، اینا خائنن. بعد از اون ور آقای فخرآور و دیگران عکس من و تریتا پارسی و اینا رو گذاشتن، اینا خائنن. ما هم میگیم اونا خائنن. خلاصه خیلی روزگار خوبی شده. ما همه تو خارج به هم میگیم خائن. آخونده که داره میخوره و میدزده و میبره و کانادا الان خونه هاشونو بهتون نشون میدم دارن میبرن و ببخشید به ریش ما، حالا من به خاطر همین ریشمو زدم که ریش نداشته باشن، به ریش ما میخندن. شما باید یه فکری به حال این ریشت انجام بدی. من ساکت میشم. بفرمایید نظر شما چیه؟ روحانی میگه اگر جنگ بشه این مادر جنگ هاست، آقای ترامپ میگه اگر به ما توهین کنی چنین و چنان. قبل از اینکه شما شروع کنی من یه چیزی شنیدم، یه تفسیری توی پابلیک رادیو میگفت برگردید قبل از دیدار ترامپ با کره شمالی، اون آقای جوان رهبرشون چرمنشون هرچی، همین به اصطلاح دعواهای این ور خیابون اون ور خیابون فوش دادن و اینها بود و بعد جالبه این که رفتن همدیگر رو دیدن، بعد آقای ترامپ گفت دیدید من چقدر مسئله رو خوب حل میکنم. من دیگه ساکت میشم. بفهم من فکر کنم که شما کاملا اینو درست دارین بهش نگاه میکنین. اولا گفته یا به قول خودمون رجزخونی آقای روحانی، نمیدونم بینندگانتون در چه حدی خاطرشون هست زمانی که آمریکا داشت با عراق درگیر میشد با صدام و معاون صدام که در ضمن بود سخنگوی دولت، ایشون همین رجزخونی ها رو میکرد. یکی از سخنرانیاش توی سوئیس بود که گفته بود که آمریکا خیال میکنه اگر به عراق حمله کنه افرادش در کیسه، میدونین که جسد رو میذارن توی کیسه میفرسن، گفته بود که افراد نظامی آمریکا رو ما در کیسه ها به آمریکا برمیگردونیم. بله فکر کنم حتی وزیر جنگش وزیر دفاعش هم همچین چیزی گفته بود که بهتره اگه میخوام همین بفهم عراق. من عذر میخوام، فکر کنم وزیر جنگش هم حتی نشون میدادن که آقا اینا دارن میان، میگو بهتره با خودشون کیسه هایی رو آورده باشن که جسدها رو ببرن. برابو. اتفاقا اون کمتر از 24 ساعت قبل از نابودی عراق و دیدیم که
هیچ غلطی عراق نتونست بکنه و با خاک و خون یکسان شد، همه‌شون دنبال سوراخ موش میگشتن. ولی اون قسمتش من مشکل ندارم که اگر آخوندا دنبال سوراخ موش بگردن من مشکل ندارم. من با ایرانیایی مشکل دارم که اینا رو تشویق میکنن و دارن سینه میزنن، مثل اینکه کورن، نمیبینن عراق چی شد، لیبی چی شد، این کشورها یکی یکی پس از دیگری متلاشی شدن. من ترجیح میدم 100 پله از آخوندا بدتر بر ایران حاکم باشن ولی ایران تبدیل به عراق و سوریه و لیبی نشه. ما باید با جمهوری اسلامی و رژیم فقاهتی مبارزه کنیم ولی تغییر و تحول رو باید ایرانی از درون به وجود بیاره. من نمیدونم در چارچوب تاریخ 60-70 ساله گذشته آیا ما دیدیم چه اتفاقاتی افتاد وقتی که رئیس جمهورهای آمریکا دیدهای متفاوت دارن. یه نگاه خیلی خیلی سریع بکنیم، میبینیم که زمانی که نفت در ایران ملی شد، حکومت جبهه ملی و مصدق، دولت آمریکا کاملا با ایران هم گام و هم صدا بود. میگفت حتی به انگلیس گفت خب این خیلی مسخره است، شما نه تنها به اینا، ما داریم به عربا 50-50 قرارداد داریم، شما به ایران 16% میدین، تازه اجازه نمیدین دفاتر رو نگاه کنه. بعد انتخابات بعدی که رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور بود، یه دونه جمهوری خواه، با انگلیس کنار اومد و CIA و MI6 آمریکا و انگلیس به ایران، در ایران یک کودتا کردن و ادامه دادن به چپاول ثروت ها. همینطوری شما میان اینجور. پس من برای این دارم چیزی که نشون میدم اینه که رئیس جمهور آمریکا میتونه نقش داشته باشه ولی باید دید که اون کشور و اون ملت چقدر آسیب پذیرن و چقدر گمراه و ناآگاه. اینی که الان یک خطری وجود داره تردیدی نیست، علت داره ها. من در ضمن دیگه به گفته شما موافقم راجع به کره شمالی و رجزخونی، ولی کره شمالی یه اسرائیل نبود که میخواست کره شمالی را نابود کنه. آمریکا، اسرائیل کسیه که سیاست خاورمیانه آمریکا رو اسرائیل مینویسه. چرا آقای لادن، اونم کره جنوبی و ژاپن بودن دیگه جان. اونم در رابطه با کره شمالی، کره جنوبی و ژاپن هم مثل اسرائیل به اصطلاح اینجوری بی پروا حمله نمی کردن دیوانه وار، ولی خب اونا می گفتن ما در خطریم و احساس خطر می کردن. می گفتن ما خطر. خب این اسرائیل میگه باید اینا رو نابود کرد. اسرائیل 20 ساله داره سینه میزنه. تمام دنیا اول شارون بعد نتانیاهو مسافرت میکردن و ایران رو تشمیم میکردن به ناتسی که میخواد اسرائیل رو نابود کنه، دنیا رو نابود کنه. یه خورده متفاوت ولی گفتتون کاملا درست. به هر حال چیزی که وجود داره یک خطر جنگ و نابودی وجود داره و تنها راهی که میشه جلو این خطر گرفت اینه که از اینها نه حمایت باید کرد و باید باشون مقابله کرد. من حاضرم، من یک بار دیگه هم توی برنامه شما گفتم، من حاضرم اگر این حیوانات، این ملاها در ایران با مردم اینجور رفتار می کردن، من می رفتم ایران، از ایران دفاع می کردم. و ولی ما می خواهیم رژیم رو سرنگون کنیم، جایگزین کنیم، ولی نه به وسیله بیگانه. اونا دنبال منافع خودشون هستن. نه دل ترامپ به حال ملت ایران سوخته، نه به حال ایران. اینا همش داستانه و کسانی که این تبلیغات و این سرصداها رو میپذیرن یا کمدانن یا گمراه، معمولا یا شاغلایی ها هستن یا مجاهدین که همون جزو گروه کمدانان و گمراه ها هستن. مجاهدین که 50 سال مثل یاران حضرت موسی در صحراهای مختلف سرگردانن
و شاه اللهیان که کشور گل و بلبل و نفت و پول و 57 سال داشتن، دو دستی دادن دست آخونده آمدن. ولی خوشحالم که روی فیسبوک دوستان با شما هم عقیده هستن. آقای امیر حسن قراخانلو میگه که جناب، ایران عراق و لیبی نیست و گویا در عراق 4000 کشته داده، منظورشون آمریکا، در ایران ده ها هزار هم کشته هم خواهد داد. ترامپ هم اینو خوب میدونه. ولی آقای مجید خوشنودی که تصادفاً هم شهری بنده هستن، این تصادفاً رو آقای دکتر پارسا به نام میگه، ایشون نوشتن که من متوجه نمیشم این ملاها با این همه تنها شدن و فشار و بدبختی با چه پشتوانه ای آمریکا و دیگران رو تهدید میکنن. آقای لادن اجازه میدید منی که اینقدر کم سوادم جواب این دوستمون رو بدم؟ شما نگاه کنید، همین نشست دیروز در کتابخانه ریگان بوده. چرا؟ میخوان تو مغز من و شما این رو درست کنن که آقای ترامپ کپی ریگانه. بیاین ما بگیم قبول داریم کپی ریگانه. ریگان چه کرد دوستان؟ ریگان با آخونده بود. ریگان اون ماجرای ایران گیت، اسلحه، پول، اینا رو با آخونده بود. تو رو خدا یکم ویدیو نگاه کنید، اگه اهل کتاب نیستید برید روی یوتیوب و اینها ویدیو نگاه کنید. و بعدم که ماجرای ریگان که دیدیم هی تمام دنبال این ورانور که رابطه باشون برقرار بشه، تا زمانی که حتی رفسنجانی و این دولتای کلینتون و اینها هم همین ماجرا بودن. بفرمایید و هر وقت این مورد تموم شد من درباره برنامه قبلیتون که دوستان پرسش دارن ازتون میپرسم. بفرمایید. حتما میخوام یه اشاره کنم به دوستی که ما قبل این یک اشاره گفته بود در مورد اینکه 4000 آمریکایی در عراق کشته شد، در ایران 10000 کشته خواهد شد. ایشون با برنامه پنتاگون برای حمله به ایران آشنا نیستن. پنتاگون یک برنامه تنظیم کرده برای حمله به ایران و برای اینکه به قول خودشون میگن footprint، برای اینکه سرباز و قشون در ایران نبره، گفته که ما یک بیش از 10000 هدف مشخص کردیم که این هدف ها رو میزنیم و این گفته چند برابر لازم این کار رو میکنیم که نیازمون به رفتن در داخل ایران یک دهم بشه. خب ببینین، باید یه نگاهی به این مسئله کرد. 10000 هدف در ایران کمتر از 850 تا 860 هدف نظامی و صنایع وابسته وجود داره. اینا میگن بیش از 10000 هدف، یعنی هر چی پل و فرودگاه و کارخونه و برق و آب و همه رو نابود میکنن. ایران حداقل 50 سال برمیگرده عقب، نابود میشه، امنیت از بین میره. الان ایرانیایی که همه به فکر منافع خودشون هستن، اون موقع تبدیل میشن به آدم خور. هیچ امنیتی وجود نخواهد داشت. ما نمیبایستی یک بردی و بدون آگاهی فکر کنیم و بیان کنیم یا بنویسیم. هر وقت شما آماده این میتونیم بریم روی بسیار ممنونم از شما. این حرفی هم که زدید کاملا درسته. اگه برگردیم به سال 2003 که اینا این برنامه رو شروع کردن، اون موقع این ماجراهای درون کنترل از دور، طرف بچه جوونی نشسته از لاس وگاس هواپیمای بدون سرنشین میفرسته برای سر افغانی ها، مجلس عروسیشون رو میکنه، عزا 70-80 نفر رو میکشه، بعدم میگن خب حالا 70 تا بره بهتون میدیم. یا این یا اون ماجرای هواپیمای ایرانی رو با کشتی زدن و اینها نبود. الان اینا به خاطر اشتباهاتی که در افغانستان و در عراق انجام دادن و به قول خودشون پوتین ارتشی رو گذاشتن رو زمین اونجا، سعی میکنن که این بار بود یا پوتین ارتشی رو زمین نیاد و از هوا و اینور اونور و یا به قول شما به همت اسرائیل این کار رو انجام بدن. آقای فرهاد زمانیان از شما تشکر میکنن از ایران. همین الان حمله نکرده، نه آب داریم، نه بر، نه شغل. بعد آقای رجبی میگه درود بر شما و آقای امیر حسین عزیز، آمریکای امروز هم آمریکای دوران مصدق نیست. آمریکا بازوی نظامی انجلیست ها در 100 سال گذشته و امروز هم هست، یعنی مذهبی. حتی اگر آمریکا هزینه پرداز باشد که در عراق و افغانستان بود. و
اگر در این مورد میخواین صحبت کنید بفرمایید تا بعد بریم سراغ اون برنامه قبلی که شما چیزایی که گفتین دوستان ازتون سوال میکنن که در رابطه با این چه باید کرد. بفرمایید. حتما فکر کنم که اگر برنامه‌ای که با هم صحبت کردیم انجام بدیم و در پایانش زمان داشته باشیم میتونیم ادامه بدیم، چون این بحثی که داریم میکنیم میتونه تمام برنامه رو بگیره. بسیار عالی. در قسمت برنامه قبلی شما وقتی که صحبت کردین مراجعه به جایگزینی رفراندوم، جدایی دین از دولت و اینها، اشاره کردین چه میخواهیم، بعد یه جورایی حکومت مردم سالار که من حتی به شوخی گفتم مگر توی دنیا جایی که دموکراسی هست اون حکومت ها مردم سالاره؟ یکی پس از دیگری میبینیم که اینها با کلک و اینها اومدن و رأی مردم را حقیقتا خریدن و میشه گفت اونجا هم پول داره حکومت میکنه. همین ماجرای ترکیه و اون آقایی هم که الان گرفتن، اینها دو سال پیش کودتا شد، یکی از اون دوست. ولی از شما سوال میکنن که به اصطلاح برای دستیابی به چنین پدیده‌ای چه باید کرد؟ ما از هر طرف میریم به این چه باید کرد میرسیم. بفرمایید. سپاسگزارم. یه زمینه کوچیک و بعد میریم یک دو سه رو اینا کار میکنیم. و اون زمینه اینه که امروز ملت ایران با اوضاع دردناکی روبروست. بی کفایتی، عدم کارایی و فساد گسترده حکومتگران، نابودی ثروت‌های ملی، منابع آب و محیط زیست که ارمغان رژیم خودکامه فقاهتی است، نه تنها ملت و میهنان را برشکسته و در معرض سقوط قرار داده، بلکه کشور را منزوی، آسیب پذیر و در پرتگاه جنگ و نابودی نشانده. رسیدیم به جایی که برای رهایی خودمون و نجات میهنمون راهی جز براندازی رژیم فقاهتی برایمون به جا نمانده. در این راستا البته ما توقعمون از متن جامعه کمتره. در این راستا اپوزیسیون یک وظایفی داره. بعد میخوام ببینیم که این وظایف چیست و چی کار باید بکنن. این در پاسخ به چه باید کرده. اپوزیسیون برای به وجود آوردن اعتماد ملی، برای کسب اعتبار و برای نهادینه کردن منافع، ارجحیت منافع ملی به منافع شخصی، باید یک گروه نوین با شرایط ویژه‌ای به وجود بیاره. قبل از اینکه به این شرایط نگاه کنیم، در رابطه با منافع شخصی، منافع جمعی و منافع ملی میخوام دو سه تا مورد رو با دوستان در میون بذارم. نخست ملاها و منافع ملی. شما نگاه کنین که در آغاز قرن بیستم در ایران دو تا مرکز عالی آموزشی وجود داشت. یکیش دارالفنون بود که زمان امیرکبیر تأسیس شده بود و یکیش همون زمان شروع قرن بیستم به وجود اومد که مدرسه عالی سیاسی بود. جامعه روحانیت با به وجود آوردن این دو تا مرکز آموزشی مخالف بود 100% و در تضاد و در ادامه حیاتشون برای مبارزه میکرد و میخواست جلوگیری کنه. فقط به یه دلیل، برای این که میگفت اون قدرت انحصاری ملاها رو کم میکنه، یعنی برای منافع خودشون منافع ملی رو به هیچ میشه مردن. مثال بعدی راجب شاه و منافع شخصیه. 8 نوامبر 1978، یعنی در اوج انقلاب 57، شاه برای به امید آروم کردن اعتراضات خیابونی دستور میده که هویدا نخست وزیر رو دستگیر کنن و بندازن زندان.
در 16 ژانویه، یعنی 2 ماه و 1 هفته بعد، خاندان سلطنت از ایران فرار میکنن. آقای اسمشون اشتباه نگم که کتاب معمای نوشتن، آقای میلانی، عباس گیلانی می نویسن که شاه بسیاری از مایملک شخصی خیش را از جمله سگهای سلطنتی رو با هواپیما با خودش برد، ولی هویدا را که 13 سال نخست وزیر معتمد شاه بود در ایران واگذاشت. خب این به نظر من واقعا اوج شخصی، منافع شخصی در مقابل منافع جمعی و ملیه. و جالب اینجاست که 1 ماه بعد یک مصاحبه‌گر فرانسوی در زندان قصر داره با هویدا مصاحبه میکنه و میگه که فکر میکنین که چرا شاه دستور بازداشت شما رو داد؟ هویدا با لحنی سرد میگه که از خود او بپرسید. مصاحبه‌گره میگه آیا شما فکر میکنین که از شما میخواستن یک قربانی به وجود بیارن؟ هویدا پس از کمی مکس میگه من تنها زندانی نیستم، مصاحبه‌گر دستبردار نیست. میگه اما مگر کسی جز شاه دستور بازداشت شما رو صادر کرد؟ هویدا میگه شاید میخواستن از من به عنوان قربانی استفاده کنن. این از کتاب معمای هویداست. و مثال بعدی هست رجال کشور و منافع شخصی. در این مورد سید ضیاء نوشته که تمام رجال ایران خودشان را بیشتر از ایران دوست داشتند. برای آگاهی بینندگانی که ممکنه سید ضیاء رو نشناسن، سید ضیاء از طرفداران و مزدوران انگلیس در ایران بود که همراه با رضاخان کودتای 1299 رو برپا کرد و سید ضیاء مسئول سیاسیش بود، رضاخان مسئول نظامیش. و چنین آدمی که خودش در آلت دست بیگانه است، اینو نوشته، میگه که ایران وسیله دست کسانی بود که نه اراده داشتند و نه معنی وطن را میفهمیدند. من برداشتم از این چند تا موردی که برای بینندگان گفتم اینه که به نظر میاد که ما تصور میکنیم این دیگران هستن که معنای وطن را نمیفهمن، دیگران هستن که منافع شخصی رو به همه چیز و همه کس ارجع میدونن. و اکثر همیهنها میگن اگر ایرانی ها درست بشون همه چیز درست میشود، مثل یعنی ما خودمون جز اونا نیستیم. نمیدونم به هم گوشه بودیم. بله، یه مقداری راجع به همین شرایط ویژه‌ای که شما میگید و باز هم توی صحبت ها یه برنامه برای دولت گذار، چون این ور اون ور ما میبینیم میشنویم از این و اون، و این دولت گذار تقریبا مثل اون دولت موقتیه که آقای خمینی و بازرگان و اینها درست کرده بودن، نه؟ هر کاملا معمولا هر چیزی که میخواد عوض بشه یه دولت موقت یا یه حالا نمیدونم چرا اسمشو میذاریم گذار، میخوام برای این که میخوایم از اون چیزی که وجود داره به اون چیزی که میخوایم به وجود بیاریم برسیم، گذار مثل یه پل میمونه. بله، بخش نخست صحبتتون راجع به شرایط، اونهایی که یعنی در بین اپوزیسیون، اونهایی که نجات خودشونو در حمله و یورش نظامی به ایران نمیدانن، اونهایی که دنبال مقام و ثروت و منافع شخصی نیستن، آنهایی که به یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران باورمندن، و اونهایی که به دنبال برپایی یک حکومت مردم سالار ایرانی و جدایی دین از دولت هستن، میتونن در این گروه ویژه شرکت کنن. اینا شرایطشه. و اما با در نظر گرفتن این واقعیت
که با سرنگونی حکومت خودکامه جمهوری اسلامی مشکلات کشور به خودی خود برطرف نمیشه، جامعه تبدیل به مهد آزادی نمیشه. اپوزیسیون باید با برنامه وظایف خودشو انجام بده. من میخوام وظایف گروه نوین رو از دید اندیشکده آگاهی و شناخت براتون، برای بینندگانتون بگم، بعد مجبورم بعضشو بخونم. سه تا برنامه هست که وظایف این گروه دیش است. نخست برنامه جایگزینی، دوم برنامه دولت گذار، سوم برنامه براندازی. نخست برنامه جایگزینی گفتیم. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش آبروی انسان حکم می‌کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. همه چیز، یعنی نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و در پیشرفت انسان باشد. بنابراین تنها خواست مردم پایه و اساس ببخشید قانونمندی حکومت می باشد و برنامه جایگزینی بر پایه حکومتی است که منتخب مردم، پاسخگوی خواستهای مردم، یعنی حکومت مردم سالار ایرانی. شما اشاره کردیم به حکومت مردم سالار در پرسشتون. چنین حکومتی نیاز به راهبران و رهبرانی داره که منافع جمعی و ملی رو بر منافع شخصی ارجح میدونن، با پاکی و راستی بدون کوچکترین چشم داشتی برای رهایی مردم و سربلندی ایران گام برمیدارن. فکر کنم بخش دوم پرسشتون راجع به دولت گذار، یعنی من گفتم برنامه دولت گذار، شما میگین دولت گذار چی هستش اصلا خودش؟ بله. خیلی ممنون. دولت گذار هم دیگه شما اشاره کردین یه دولت ائتلافی موقت، ولی این دولت ائتلافی موقت باید یه کمی برای بینندگان باز بشه، یعنی نماینده اندیشه و دیدگاه های این اعضا هستش، یعنی اندیشه های متفاوت، دیدگاه های مختلف، ولی در طی این دوران محدود مشخص شده از پیش مشخص شده دولت ائتلافی موقت، این تمام این مسائل میذارن کنار، میشن یک واحد، چون یک هدف برنامه مشخصی دارن برای زمان کوتاه. ببینیم که این مسئولیت و توانایی ها چیه، چگونه است. مسئولیت دولت گذار نخست اینه که وسائل ارتباط جمعی، یعنی همه چی، تلویزیون و جراید و همه، باید در خدمت مردم باشه. باید برای این باشه که مردم آگاه کنه که دولت گذار برنامه چیه، زمانبندی های این برنامه چیه. یعنی این نیستش که دو سال صبر کنیم تا ببینید چی میشه، نه، ماه اول، ماه سوم، ماه ششم، گام به گام باید اعلام بشه از قبل و بهشون گزارش بدن که الان چه کردیم تا امروز. دوم بعدی اینه که دولت موقت باید مشخص کنه که وظیفه و حقوق شهروند چیه، به مردم بیاموزه که شهروند چیست، کیست و چگونه است، و همینطور در برقراری برابری حقوق همه ایرانیان، یعنی زن، مرد، اقوام مختلف، ادیان متفاوت، احترام به حقوق دیگران و تحمل دگراندیش، یعنی از طریق این دستگاه های تبلیغاتی که میگیم باید در اختیار مردم باشه، همش در این چارچوب حرکت کنه که بیاموزه و دنبال کنه و نشون بده. میرسیم به این که وظایف دولت گذار چی هست.
پس از برقراری امنیت داخلی و حفاظت از مرزهای کشور، نخستین وظیفه دولت موقت تولید کار با درآمد کافی در سراسر کشوره. تلاش برای بالا بردن سطح زندگی کارگر و کارمند و کشاورز، تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب توانایی دولت، و بالاخره یعنی داریم می‌رسیم به اواخر این زمان این دولت موقت، اعلام چارچوب ضوابط و تاریخ رفراندوم برای انتخاب نوع حکومت. این وظایف اون دولت گذاره. پس ما دوتا از اون ستا رو در موردش گفتگو کردیم. سومیش از برنامه براندازی، و پیشنهاد من اینه که برنامه براندازی رو بذاریم برای دیدار هفته بعد، و چنانچه وقتی داریم روی اون مسائلی که در آغاز گفتگو کردیم صحبت کنیم. بسیار ممنون. آقای خوشنودی میگن که شما داشتید در رابطه با سید ضیا میگفتید، اگر لطف کنید اون بحث رو باز ادامه بدید، چون مثل این که وسط صحبت کردن اون ماجرای سید ضیا چی بوده که میخواستیم بهش بگیم. سید ضیا اگر خاطرتون باشه، البته شما که منظورم خاطرتون باشه، نه راجع به سنتون نمیگم، در این مورد که سید ضیا یک وابسته به حکومت انگلیس بود در ایران، خودش میگه که شما در واقع اون موقع چیز دیگری وجود نداشت برای نون خوردن و نفس کشیدن و کار کردن بدون رابطه با انگلیس، هیچ چیزی وجود در یه چارچوبی حقیقت داره، ولی خب خیلی انسانهایی بودن که خیلی شریف بودن و زیر بار اینجور مسائل نمی رفتن. و نمیدونم حالا نیاز هست که داستان سبزی ها و کودتا رو بگیم یا اینکه میخواییم در مورد مسائل دیگه بگید. خب برای ماهایی که نبودیم و بلد نیستیم یاد بگیریم. حتما. داستان به این صورته که انگلیس میخواست قرارداد تحت الحمایه کردن ایران رو پیاده کنه، ولی با شکست روبرو شد و وزیر امور خارجه انگلیس لورد کورزان تصمیم میگیره که اینو به یک نحو دیگری پیاده کنه. میگه ما باید این تحت الحمایه کردن ایران رو پیاده کنیم، و حالا که از طریق دولت و مجلس نمیشه، ما نیاز داریم یک شخصی رو، یک آدم بیرحم قلدر زورگو رو حمایت کنیم که ما فقط با اون رابطه داشته باشیم و اون خواسته های ما رو پیاده کنیم. و بر حسب تصادف جنرال آیرونساید که رئیس قشون انگلیس در ایران بوده، با رفتن به قزوین با رضاخان آشنا میشه، و البته بهش قبلا اومده بود تهران و یک متعالاتی کرده بود، و یکی دو نفر گفته بودن که شما بد نیست با این شخص یک ملاقاتی بکنید، یک ببینید کیه، یه چی میگیم اینو اندازه‌گیری کنین، اینو ارزیابی کن. و از طرف دیگه هم داشتن از این در انگلستان اون موقع روی این کار میکردن که کودتا بکنن، و خودشون یه کاندیدی داشتن برای قسمت سیاسیش، ولی قسمت نظامیشو جنرال آیرونساید دنبالش بود. کسی که اون زمان در به قزاق‌ها چیز میداده، تمرین میداده و آموزش میداده، یکیشون سرگرد احمد خان بوده، یکیشون هم سروان مسعود خان. این دوتا افسرهای جاندارم بودن، و چون که دور دیده بودن و در مورد نظام آگاهی داشتن، این دوتا به قزاق‌ها داشتن آموزش میدادن. و یک سرهنگ سمایس بوده مال انگلیس که معاون جنرال آیرونساید بوده، اونم به صورت ناظر جنرال آیرونساید میفرسته اونجا. و
موقعی که خودش میاد و ملاقاتی که میکنه با فرمانده ها، رفتار و گفتار رضاخان اینو جلب میکنه. اولا که رضاخان یه آدم قد بلند گردن کلفتی بوده و نحوه رفتارش در اون دیدار مورد توجه آیرون ساید قرار میگیره و باهاش دو سه تا دیدار میکنه. از طرف دیگه خود انگلیس 6 ماه بوده که در لندن داره نصرت الدوله رو آموزش میده و آماده میکنه که بیاد در ایران و بشه قسمت سیاسی کودتا. ولی جالب اینجاست که در سفارت انگلیس در تهران یک دو دستگی به وجود اومده بوده و کنسول انگلیس در تهران آقای هاورد اسمش بوده و این با نصرت الدوله زیاد میونه خوبی نداشته، برای اینکه دوست داشته که مسائل از طریق ایشون انجام بشه، ولی نصرت الدوله این تحویل نمی گرفته. اینم یک رابطه‌ای به وجود آورده بوده با سید ضیاء که یه دونه روزنامه نگار بوده و روزنامه رعد رو در تهران منتشر می کرده. اینه که وقتی که آقای هاورد می فهمه که نصرت الدوله توراس از انگلستان داره میاد، سریع آقای سید ضیاء رو باهاش صحبت میکنه، میگه زمانش فرا رسیده که حرکت کنی. نصرت الدوله میرسه به همدان، توی برف و بوران گیر میکنه تا برسه به تهران. در تهران کودتا میشه به وسیله سید ضیاء و رضاخان و قشون انگلیس قبلا میان تهران رو کاملا تحت نظر میگیرن، حتی ژاندارما رو اصلاح میکنن که اصلا بدون خونریزی بدون مشکل بتونن وارد بشن. جالب اینجاست که 24 ساعت قبل از ورود به تهران در اطراف کرج قشون یه دونه جلسه داره که 5 نفر در اون جلسه هستن. تنها غیر نظامی سید ضیاء است که گفتیم روزنامه‌نگار و ژورنالیست بوده، بقیهشون هست رضاخان، سرگرد احمد خان، سربان مسعود خان و امیر احمدی. این 5 نفر قبل از اینکه برن وارد تهران بشن با هم دیگه گفتگویی دارن، میگن خب ما اگه رفتیم و بازنده شدیم و ما را اعدام کردن که خب شهید شد، ولی اگه رفتیم و برنده شدیم امکان داره ما بین ما یک مشکلات و تضادهایی پیش بیاد، اختلاف سلیقه ای پیش بیاد، ما باید با هم دیگه یک صحبتهایی بکنیم در اون مورد. سید ضیاء میگه خب این که کاری نداره، بیایم 5 تامون سوگند بخوریم که تحت هیچ شرایطی تا آخر عمر نه برای همدیگه بزنیم نه به همدیگه برای همدیگه دشمنی کنیم، حتی اگر از هم جدا میشیم قسم بخوریم که اون یکدیگر رو نمیریزیم. و همه سوگند میخورن و پشت قرآن رو امضا میکنن و این اون گروه 5 نفریه که دربارش صحبتهایی تو تاریخ شده و اینطوری میان به تهران که بقیه داستان هم همه میدونیم که کارهایی که انگلیس کرده بود همه چی رو آماده کرده بود و کودتا میشه و اون نصرت الدوله بعد از اینکه از برق میگذره و وارد تهران میشه جزء گروهی بوده که دستگیر میشه و میپسن زندان. بسیار ممنونم من از شما. دوستان عزیز اگر سوالی دارید یا مستقیما با خود آقای لادن تماس بگیرید، وبسایتشون رو نشون دادم، اندیشکده.net. در رابطه با اون صحبتی که شما کردین همه ایدئال همه چیزا با برای راحتی باشه، یکی از دوستان از سازمان شما از اندیشکده یک نواری فرستاده و من اونو آماده کرده بودم که جمعه پخش کنم، همینو ایشون میگه توی اون به اصطلاح ویدیو، ولی متاسفانه من اسپایدر یا به چیز عنکبوت ناکارمون کرد و نتونستم بیام. در مورد گفتهای امروز شما دو مطلب هست که من فکر کنم سوال هفته آینده میشه، حالا اگه میخواین من الان میگم دربارش فکر کنید.
یکی اولا ماجرای هویدا، چون آقای فریدون هویدا همین چند تا خیابون پایین تر از ما اینجا زندگی میکردن تا روزی که فوت شدن، و من دو بار با ایشون تلفنی صحبت کردم، برادر امیر عباس هویدا، و ایشون حالش خوب نبود. گفت من اگه بیام سوالی رو که چند سال از دو تا دولت پرسیدم برای بیننده ها میگم تا تو مغزشون به اصطلاح جا بگیره و بپرسن. از دولت شاه پرسیدم، حالا بعد از اینکه همه در به در شده بودن، داداش من رو به چه جرمی باید یه اتهامی جرمی داشته باشه که بگیرین، به چه جرمی شما اینو گرفتین، تیمسار نصیری رو شما به چه جرمی از پاکستان فراخواندید و گرفتید و دیگران رو؟ و گفت از دولت آخوندها هم سوال میکنم که برادر من رو به چه جرمی به اصطلاح متهم کردید، محکوم شد که اینجوری به اصطلاح ناجوان مردانه کشتیش. گفت من دو سوال از دو تا دولت دارم که بنده خدا عمرش به اصطلاح کفاف نداد. ولی در رابطه با صحبت‌های شما، اولا خیلی خوشحالم چون شما آدم منطقی هستیم، مثل اونای دیگه نمیگین ما بریم براندازی کنیم بعد دولت پیدا میکنیم بعد رفراندوم فلان. شما اگه اشتباه ننوشته باشم به این ترتیب بود، نوشتید که جایگزینی دولت گذار بعد براندازی. اگر زمان خمینی دولت موقتی تشکیل شد آقای لادن، برای این بود که حالا چه دوستان قبول کنن چه نکنن، همه دور یک محوری به نام خمینی جمع شده بودن و اگر اونها هم نظر میدادن باز اونجا یک ائتلافی، یک چیزی بود که اینو نگه داره، یک چی بگم، مثل یک بازی که دورش خط میکشن که بازیکن‌ها از این زمین بیرون نرن. الان این اپوزیسیونی که ما داریم، چه کسی رو شما میبینید که یه همچین قدرتی داشته باشه؟ چه کسی حاضره با اون ائتلاف کنه که بیان یه دولت گذار درست کنید؟ من حتی تو ویدیوی قبلی شما که پخش کردم، یه جای شماها از مسئولیت صحبت میکنید، میگم تا اونجایی که من یاد گرفتم، مثلا آقای تیمسار آریانپور لطف کرد اینو بیشتر به من توضیح داد، این ماجرای مسئولیت، خدمت و وظیفه. خیلی از ما ایرانی ها نمیدونیم، یکیش خود من، مسئولیت معمولا کسی داره، مثلا آقای رضا پهلوی قسم خورده پادشاهه، حالا مسئول باید جواب بگه، همین که جواب نمیده نشون میده آدم مسئولی نیست و زده زیر قولش مسئولیت. اینی که شماها گفتین ما مسئول باشیم، منظورتون چیه؟ اگه بشه درباره این دوتا موضوع هفته آینده، دوشنبه آینده صحبت کنیم. من احتمالاً دوشنبه آینده اون سفری رو که دارم ممکنه نرم و باهاتون باشم، یا اگه میخوان الان صحبت کنید اگر به اصطلاح خسته نشدید. نه من اتفاقاً چون دو تا بحث مختلف رو شما پیش کشیدین، اول راجع به هویدا بود، اون آسونه پاسخش. من به شما قول میدم که آقای فریدون هویدا خودش پاسخ اون دو تا پرسش رو بی تردید میدونست. علت این که شاه هویدا رو دستگیر کرد و نصیری و دیگران و یعنی سران رژیم رو، میخواست نشون بده که من گناهکار نیستم، گناهکار اینایی هستن که من گرفتم، که همون فرافکنی فرهنگ ماست. البته میدونین که شاه فکر میکرد که چون که در قانون اساسی میگن شاه مسئول نیست، ایشون مسئول نیست، ولی داشت شترمرغ بازی میکرد. از یه طرف قانون اساسی میگفت شاه مسئول نیست، از طرف دیگه میگه باید سلطنت کنی نه حکومت. اون هم حکومت میکرد، همین که میخواست مسئول نباشه. و اینو علنن توی جلسه هیئت وزرا چند بار گفته بود. پس بنابراین قسمت اول، یعنی اون پرسشی که ایشون از شاه کرده، پاسخش اینه که شاه میخواست نشون بده که خودش هیچ گناهی نداره، اگر هر اتفاقی مملکت افتاده کسانی کردن که مجری اوامر اعلیحضرت. و اینکه از جمهوری اسلامی پرسیدن، جمهوری اسلامی به سران رژیم گذشته فقط و فقط به چشم گناهکار و خطاکار نگاه میکرد، نه متهم. و اگه خاطرتون باشه این اینو خمینی بیان کرد، گفت دادگاه مال کسانی که متهم هستن، اینا جنایتکار و گناهکارن. و اونم پاسخ
بسیار ممنون. پس این دولت موقت اینا رو میذاریم برای هفته آینده، چون دوستانم سوال میکنن میگن که چطور امکان ایجاد دولتی در تبعید مثل اون دوره وجود داره و چطور پشتیبانی میشده و چه قدرتی داشته. ضمناً آقای اکبر اکبری هم از آلمان میگن که جناب لادن ممنون از این اطلاعات مفید به زبان ساده. منم به نوبه خودم از شما ممنونم که هر هفته که شما میان اینجا بر دانش ما و آگاهی هامون اضافه میشه. خیلی ممنون که مثل یک معلم با حوصله توضیح میدید. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.